با نام و یاد خداوند، سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان. جزئیات حملات راکتی جبهه مقاومت بالای طالبان در ولایت پنجشیر. آیا اشرف غنی در روزهای آینده به کشور برمیگردد؟ و در ادامه این گزارش، جواب محکم ذبیح الله مجاهد به گفته های اخیر حامد کرزی. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را حتما دنبال کنید. وبسایت خبری 8 صبح نوشته است که اصابت موشک به یک پایگاه طالبان در پنجشیر، 10 تن کشته شدند. منابع محلی در پنجشیر میگویند که جبهه مقاومت یک پایگاه طالبان و دو اراده رنجر این گروه را هدف حمله موشکی قرار دادند. به گفته منابع، این حمله چاشت روز چهارشنبه 19 اسد در منطقه پوجاوه ولسوالی دره انجام شده است. منابع می افزایند که در پی این حملات بیشتر از 10 جنگجوی طالبان کشته و شمار زیادی آنها زخمی شدند. منابع همچنان افزودند که جبهه مقاومت در این حمله از سلاح BM1 استفاده کرده است. بر اساس معلومات منابع، بعد از این حمله طالبان از چندین نقطه بر مواضع نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولسوالی دره یوریش بردند و درگیری میان دو طرف تا هنوز ادامه دارد. با این حال طالبان و جبهه مقاومت ملی تاکنون در مورد این حملات چیزی نگفته است. باید افزود که درگیری میان جبهه مقاومت و گروه طالبان در پنجشیر که از یک سال به این سو جریان دارد به تازگی شدت یافته است. در همین رابطه اطلاعات روز نوشته است که درگیری طالبان و جبهه مقاومت در ولسوالی دره پنجشیر آغاز شده است. منابع در ولسوالی دره ولایت پنجشیر میگویند که درگیری میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت در کوههای پوجاوه این ولسوالی آغاز شده است. منابع گزارش داده است که این درگیری ظهر امروز چهارشنبه 19 اسد آغاز شده است. به گفته منابع، در جریان این درگیری 4 راکت به محلات مسکونی شلیک شده و یک از آنها به یک خانه اصابت کرده، اما به کسی آسیب نرسیده است. با این حال منابع افزودند که تاکنون مشخص نیست که این راکت ها از سوی چه کسانی شلیک شده است. درگیری میان طالبان و جبهه مقاومت در ولسوالی دره ولایت پنجشیر بعد از وقفه چندین روزه اثر گرفته شده است. در همین حال امرالله صالح، یکی از اعضای رهبری جبهه مقاومت، نیز در صفحه فیسبوک خود نوشته است که درگیری در ولایت پنجشیر آغاز شد. این در حالی است که روز گذشته نیز منابع در مرکز پنجشیر به اطلاعات روز گفته بودند که دو جنگجوی طالب از صخره‌های کوه شابه سقوط کرده و جان باختند. منابع همچنین گفته بودند که جمعی از نیروهای طالبان برای گزمه‌زنی به کوههای بلند پنجشیر رفته بودند. و در ادامه این گزارش، افغانستان اینترنشنال نوشته است که پاسخ قاطع طالبان به حامد کرزی: به هیچ کشور وابسته نیستیم. سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات حامد کرزی مبنی بر بسته شدن مکاتب دخترانه به دستور پاکستان گفته است که حامد کرزی باید بداند که این گروه به هیچ کشور وابسته نیست. ذبیح الله مجاهد افزوده که مکاتب دخترانه به دلایل دینی و اختلاف علما بسته مانده و این مسائل برای اشخاص چون حامد کرزی قابل درک نیست. باید افزود که حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، اخیراً در مصاحبه با مجله اشپیگل گفته که تعطیلی مکاتب دخترانه باعث انزوای افغانستان شده است. آقای کرزی همچنین مدعی شد که این امر به دستور حکومت پاکستان صورت گرفته است. با این حال سخنگوی طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان که زیر نظر گروه طالبان فعالیت می کند، با تاکید بر اختلاف نظر بین علمای دینی درباره بازگشایی مکاتب دخترانه گفته است که این مکاتب به دلایل دینی بسته مانده و نیاز به توافق ملاها دارد. سخنگوی طالبان در حالی بسته ماندن مکاتب دخترانه را یک موضوع دینی می داند که در جریان یک سال گذشته شمار زیادی از علمای دینی و نیز برخی از کشورها خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان شدند. سخنگوی طالبان در بخش دیگر از مصاحبهش با تلویزیون ملی گفته است که داعش فعالیت گسترده در افغانستان ندارد و مدعی شد که حملات گروه داعش خیلی ضعیف است. این در حالی است که از زمان قدرتگیری طالبان، شاخه داعش خراسان به صورت هدفمند اجتماعات ملکی به خصوص اقلیت‌های مذهبی و قومی افغانستان را مورد حمله قرار می‌دهد. ذبیح الله مجاهد همچنین مطرح شدن حقوق بشر را بهانه از سوی آمریکا و غرب برای تغییر نو و ساختار نظام در افغانستان دانسته، اما در عین حال تاکید کرده که ما آماده تفاهم و تعامل هستیم.
آقای مجاهد از برگزاری جلسات زیادی برای برسم شناختن این گروه خبر داده و گفته است که گزارش آن از سوی وزارت خارجه طالبان به زودی نشر خواهد شد. و در ادامه این گزارش بی بی سی فارسی نوشته است که اشرف غنی میگوید بنا به قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور هستم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در اولین مصاحبه رو در رو یک سال بعد از گریختن از کابل در موضوعات برای اولین بار با صراحت اظهار نظر کرده است. آقای اشرف غنی بعد از یک سال زندگی در تبعید در این گفتگوی خود با رسانه تازه تأسیس شده ABN گفته است که بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور بودم تا زمانی که مردم افغانستان به صورت قانونی قدرت را به کسی دیگر واگذار کنند رئیس جمهور افغانستان میمانم. من خادم مردم بودم و هیچ وقت متکی به القاب نبودم. اشرف غنی در این مصاحبه با داوود جنبش در حالی که پرچم سه‌رنگ افغانستان را در پشت سرش قرار دارد تاکید میکند که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان اقتدار ملا عمر رهبر پیشین طالبان را ندارد. باید افزود آقای اشرف غنی دیدگاه انتقادی خود در مورد روند صلح که زلمه خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا مدیریت میکرد مطرح کرده و آن را بنا به معیارهای بین المللی فاجعه خوانده است. او آقای خلیلزاد را متهم کرده که با طرحها و کارهای خود همه قشر سیاسی افغانستان را تقسیم کرده است. و همچنان گفته است که مشکل آقای خلیلزاد همراه با من این بود که افغان و مسلمان بودم و او از افغانیت خود هم این کار کرده و هم از هویت خود. آقای اشرف غنی در این مصاحبه همچنین عبدالله عبدالله رئیس وقت شورای عالی مصالحه ملی را نیز مسئول عدم تحکیم جمهوریت نامیده است. باید افزود که دکتر عبدالله عبدالله و زلمه خلیلزاد تاکنون در مورد اظهارات تند اشرف غنی واکنش نشان ندادند. در مورد روند سقوط کابل نیز آقای غنی گفته است که نکته کلیدی این بود که آیا جمهوریت را به جبر تسلیم دهیم و یا خیر. نکته های مهم این گفتگو را از زبان خود آقای اشرف غنی شنوید نباشید. به این شکلی که مذاکرات مدیریت شد از نگاه تجربه بین‌المللی آوردن پیمان های صلح فاجعه است. تاسی صلح اونو منید خارجیان رو سرم ترونو که یو کال یو بریدم به خارجیان رو باندیونو که افغانان هم بوزه. خلیلزاد با طرحهای خود و وعدای خود همه را تقسیم کرده بود که سیاسی افغانستان. آیا پا واقعی توگه دازوانان سید جنگ سالانان و اولادو دوی در افغانستان استازی توب کولیسو یا دلو جرگه خل یا برخد سیاسی قشر در افغانستان معامله اکرل یا ولایت نه پس بل ولایت. دکتر عبدالله مسئول عدم تحکیم جمهوریت است. نقطه کلیدی ای بود که آیا جمهوریت به جبر تسلیم میتیم؟ ده طالبانو لوی جنجل نه نورباند دویو گوری دوی ملی وعدت خرابهی پا دی رقم باید سروانی. مشکل خلیلزاد امرای می بود که من افغان بودم و مسلمان بودم و ای از افغانیت خودم این کار کرده از هویت خودم این کار کرده. مولای صاحب عبت الله دی ملا صاحب مادومر اقتدار ندارد.